الحمد لله رب العالمين، خير العاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله الذي بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة، وعلى آله وصحبه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برادران عزیز، ما ایام خجسته عید را پشت سر خود گذاشتیم و عید قربان در حقیقت عنوانش با ما شما امیر تداعی می کند که انسان بذل می کند اقصای اموس خود را جهت رضای خداوند متعال، یعنی تلاش به خاطر رضایت خداوند متعال به حد باید بالا باشد که شیرین ترین چیز در زندگی همان حیات است، امور هم انسان قربان الله کند و در رضایت الله متعال امید وصل خود را هم به خرج بدهد. در این داستان بزرگ یقینا درس‌های عبرت است برای ما شما، و در لابلای از این داستان مسیری که یک مسلمان باید او را طی بکند امور برای ما شما به نمایش می‌گذارد. قضیه اول که مهم است همانا اطاعت مطلق از دین خدا هست و از شریعت الهی است. یعنی داستان حضرت ابراهیم خلیل امی پیام را به ما میدهد که میزی بد به یک مسلمان که بدون قید و شرط به فرمایش الهی گردن بگذارد، به اوامر خدا تسلیم شود. ای که ای اوامر با طبیعتش می سازد نمی سازد، خوشداره ندارد، سقیل است یا سبک است، ولی گردن بگذارد. این اولین قضیه است که از یک مسلمان خواسته می شود و به می عنوان است که پروردگار ما به ما شما اتو تعبیر می کند که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. مناسب نیست برای مرد مؤمن و زن مؤمنه ارگاه الله، اذا قضى الله ورسوله، ارگاه خدا و پیغمبر چیزی را فرمایش بدهد و حکم بکند، باز در تعمیل حکم خدا و پیغمبر ان يكون لهم الخيره، ای که برای اونها هم اختیاری باشد که میکنم یا نمیکنم. میگه با مؤمن و مؤمنه نمیسازد، امکان ندارد که در قلب مؤمن چنین بگردد، در قلب یک زن مسلمان چنین بگردد که ما در رابطه با این حکم شرعی، حکم خدا و پیغمبر یک دلیل بگویم یا از خود یک تعبیر داشته باشم. ابدا نه. پس بدون چون چرا حکم خدا را نافذ باید بکنیم. از این خاطر است که یک بحث ما داریم
که از نظر فکری متفاوت است با تعداد دیگری که اونا میگن که شریعت خدا در روشنی عقل باید مورد تعبیر قرار بگیرد و ما میگیم که نه، شریعت خدا تطبیق باید شود. عقل زمینه تطبیق شریعت الهی را تلاش بکند، ولی در تطبیق حکم خدا به عقل اصلا جایی نیست که ما سرش بحث بکنیم. پس عقل معید شده نمیتوند، عقل تطبیق کننده حکم خدا باید باشد. عقل را شریعت تأیید میکند، شریعت را بالاتر از عقل قرار میدیم. و این بحثا را ما زیاد کردیم و میگفتیم که عقل زیر پوشش می آید در بسا جایا، گاهی قهر ما می گیرد باز عقل ما کار نمی کند، گاهی شهوت ما سر ما غلبه می کند عقل ما باز کار نمی تند، گاهی می ترسیم باز عقل ما کار نمی تند، گاهی در طبیعت ماموت و یگان بار تیر می شود که وهم او را می گیم، چیزی واقعی نیست ولی اصی می ترسیم، مثل از مرده مردم می ترسند که شبم رایش تنها باشد، با وصفی که مرده خوب زنده نمی شد ولی یک نوع حراس انسان داشته می باشد، حتی مردم از کالای مرده هم می ترسند. پس این خو غیر عاقلانه است، ولی وهم این تو می شود، زیر پوشش می آید. پس حکم خدا و پیغمبر بدون چون و چرا باید نافذ شد و یک مسلمان به حکم خدا و پیغمبر اما تو باید گردن بگذارد. پس این حق نمیتیم به عقل که ما هر چیز را در چارچوب عقل خود ما تحلیل بکنیم، زیرا عقول متفاوت است. یک عقل یک رقم تعبیرات خود را دارد، عقل دیگر دیگر رقم دارد. گشنگی، تشنگی، سردی، گرمی، جهل، علم، خانواده، امکانات، این کل سر عقل تأثیر دارد. پس هر کس به مو تیپ خودش می اندیشد و به تعبیر خودش تعبیر می کند. پس عقل را استفاده بکنیم تا حکم خدا به شکل زیبا و مقبولش تطبیق شود در این اتفاق، ولی عقل را سر شرع حاکم نمی کنیم که هرچی که به عقل ما جور نبیاد بعد از او عقب نشینی کنیم. حضرت علی کرم الله وجهه از این خاطر می فرماید که دین را تابع عقل نکنید، زیرا اگر به عقل بروید پس در انگام مسح بر موزیتان بر پایتان، شما چرا سر پایتان را مسح میکنید؟ این غیر عاقلانه است. پس باید تل پایتان را مسح بکنید، زیرا همیشه با زمین خو او در تماس است، چون خدا گفته، پیغمبر گفته بالایش مسح کن، بالایش مسح میکن. یا عین شکلش اگر ما اجازه بدیم که در هر چیز مداخله بکنیم، پس سوالای بسیار زیادی است که ما او را جواب داده نمیتونیم، یا اگر جواب هم میتیم شاید قانع کننده نباشد. ما این امیال چرا نماز جمعه را دو رکعت میخوانیم؟ این چرا را کی جواب داده میتونیم؟ یا ما چرا در یک رکعت یک رکوع میکنیم دو سجده میکنیم، ولی چرا سه سجده نمیکنیم، چرا دو رکوع نمیکنیم؟ پس این سوالا را کی جواب داده میتونه؟ یا این رقم تحلیل کرده بریم که ما چرا نکاح بسته میکنیم و به اینی شکل بسته میکنیم. و هر حکم شرعی را اگر شما عمتو در چوکاتتان پرتین و در هر چیز عمتو عقلتان را فکر بکنین، در حرج مفتین. از این خاطر خدا از ما امیر میخواهد که بدون چون و چرا و حکم خدا تسلیم شد. اگر با حکم خدا بدون چون و چرا تسلیم شدیم، نتیجه چی میشود؟ نتیجه این می شود که کل حیات و زندگی ما به عبادت تبدیل می شود، یعنی هر خطوه حیات ما را به خدا نزدیک می کند. پس خوراک ما، پوشاک ما، خواب ما، نان ما، همه چیز باز عبادت می شود، زیرا خدا که به ما هم تو گفته اما تو عمل می کنیم. پس برای ما گفته که یک ما را روزه بگیم، بدون چون و چرا تسلیم می شیم. چرا؟ نتیجهش اینه که فواید عبادتی بر ما گفته اینه تو خواب بکو، مطابق به مون شریعت خواب بکو، خوابت عبادت است. نان مطابق دستوری که خدا برات داده او را بخو، به عبادت است.
صحبت با یک مسلمان میکنی در امو چارچوب با امو آداب صحبت بکو عبادت است. پس میبینی اگر ما در زندگی خود ما شریعت را ملاک عمل خود قرار بدیم، اما حیات ما عبادت میشود. پس مصداقیت از این را پیدا میکنیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انس و جن را نیافریدیم مگر برای عبادت. عبادت چیست؟ در چوکات قانون خدا زندگی کردن، امی عبادت است. پس ارگاه ما در روشنی شریعت الهی زندگی خود را به پیش ببریم، پروردگار عظیم در دل ما و در قلب ما خوشی را میارد. رب ما چیز زیبا می فرماید: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیات طیبه. هر مرد و زنی که اعمال صالح را انجام بدهد به خاطر خداوند متعال و به عنوان از اینکه معبودش برش چنین دستور داده است، ما زندگی طیب را، مبارک را، با عزت را و خوشایند را نصیبش میکنیم. پس این نکته ای است که اطاعت بدون قید و شرط از شریعت الهی سبب زندگی آبرومند، مقبول، با عزت و پاکیزه نصیب امیت یک انسان می شود. هر کسی که خواسته باشه خوب زندگی بکنه، اتباع و پیروی از شریعت خدا کند. اگر این کار بگم خوب است، کل ما شما میگیم خوب است، ولی مشکل در است که اطاعت از خدا و پیغمبر صبر را از ما می خواهد، تحمل و بردباری را می خواهد. هر کس می خواهد که فرمان خدا و پیغمبر را بپذیرد، ولی هر کسی کار کرده نمی تاند مگر آنانی که صبورند، شکیبا اند، با حوصله اند، اما مردمی کار کرده می تاند. پس داستان ابراهیم خلیل امی پیام را به ما می تاند: یک طرف بدون قید و شرط به حکم خدا تسلیم، بدون قید و شرط، به این اندازه به حکم خدا تسلیم است که ملائکه برش می آید که ما آماده استم تو را از امی آتش خلاص بکنم و جای دیگر انتقالت بتم، و اومه که الله علیم و خبیر، او می داند که ما در کجا هستم، بنان بگذارید که او چی فرمان می دهد. عجیب است صبرش، اطاعتش به کجا هست و تحمل و صبرش چقدر است. الله برش دستور می دهد که تو خانمت را که طفل نوزادت ایره در یک سرزمینی که آب ندارد، در یک سرزمینی که انسان زندگی نمی کنه، ایجا الهیش بده و خودت هم برو. یک کلام حضرت ابراهیم نمیگه که این طفل نوزاد، ای زن جوان در سرزمینی که او نیست، انسان ها در گرداگرد زندگی نمی کند، در می جای الهش بتون. بس دوم کلمه نمیگد، میگه الهش دادم. سبحان الله، میفهمی چه سخت است. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلك للناس اماما. انگامی که پروردگار حضرت ابراهیم را مورد امتحان قرار داد و در امتحان کامیاب شد، بعد میگه اینی جاعلک للناس اماما، من تو را به عنوان امام، رهبر و قائد برای مردم معرفی میکنم تا زندگی تو مشعل راه جامعه انسانی و بشری باشد. پس این اطاعت میگوید خانمت که طفل نوزاد ایلا بکو، خودت هم برو پشت کارت و یک لحظه باید آرام نشینی و ادامه بدی دعوتت را. پس میبینیم که این مبارک هم امتو میکند. هر سال یک بار میه پرسان میکنن، میبینه رب العالمین همیشه چیز نو نو را برش نشان میده. آب نبود، چطور شد؟ آب زمزم برش بیرون کرد، آب شیرینی که تا این دنیا است از او باید استفاده بکند، هیچ خلاص نمی شود. در یک جایی که باران کم می شود
ولی الله برش آب را میداد و از برکت امو صبر و تحمل تا امروز بهترین آب در روی زمین آب زمزم است. از او استفاده کن. از برکت خانواده حضرت ابراهیم اقوام دیگری را الله توفیق از این نهت کرد که در گرداگرد کعبه باید باشند تا این خانه واده انس بگیرد به اونها. و این پیام در حقیقت به اساس اطاعت بدون قید و شرط و مرحله دوم صبر و شکیبایی در اطاعت از خداوند متعال و دستورات الهی، میبینیم که هر روز گلش برش تازه میشود و جگه کلان میشود. وقتی که کلان میشود، حضرت ابراهیم خلیل با او انس میگیرد. در 80 چند سالگی الله بر فرزند میده، انس هم رایش میگیره، خوشش میآید که بشیم الحمدلله کلان شد. فورا رب ما باز امتحانش میکنه که را ذبح کو و قربانی بکو به الله. سبحان الله، در کجای عقل ای جور میآید که تو فرزند نوجوانت را در عمر پیش ریسفیدید و ای را ذبح کو. میگه که یا بنی اینی ارا فی المنام انی اذبحک، فرزندم مده خواب دیدم که تو را ذبح میکنم. فانظر ماذا ترا، چی نظر داری تو در رابطه با این حکم؟ بدون قید و شرط فرزند چی میگه؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء الله من الصابرین، پدر جان آنچه که تو دستور گرفتی با او عمل بکن، انشاءالله مرا از جمله صابران خواهی یافت. در اینجا فرزند نمیگه که پدر خواه تو میبینی و کشته مشم، چرا؟ اینه نمیگوید، میگه بعد دستور بدون چون چرا اطاعت، بدون چون چرا. بعد برای عمل کرد و صبر و شکیبایی و شجاعت ضرورت است. اما تو میکنند انگامی که اطاعت بیاید، شکیبایی بیاید، بعد از او باز خداوند متعال رحم را و شفقت را و مهربانی را عطا میکند. بعد از او باز میاد انگامی گو که بله و اطاعت کرد و فرمان برد و صابرانه و شکیبانه استاد شد، الله هم برش گفت که نه، به عوض از او فرزندت یعنی گوسفند از جنت باید قربانی شود. و الله میخواست که برای بشریت در حقیقت نمونه از اطاعت را او را نشانش بدهد، نمونه قبول فرمان الهی را برای جامعه انسانی او را به نمایش بگذارد. اینی را میگوید اطاعت. انگامی که تسلیم شدی، این تسلیم شدن به حکم خداوند متعال در ورایش هیچ گونه ضرر ندارد، بلکه در ورایش خیر دارد، در ورایش فتح دارد و در ورایش زنده ماندن یک نسل است، زنده ماندن هویت است که الله متعال به حضرت ابراهیم خلیل داد. عجیب تعبیری که پیغمبر خدا علیه السلام انگامی که ایره تشریح میکند، صحابی عرض میکنه و ما لنا فیها یا رسول الله، این خود رسته که سنت ابیکم ابراهیم، با ما چی فایده؟ رسول ما صلی الله علیه و سلم برش میفرن که به هر تار مویش برای شما پاداش داده میشود و گناه هایتان میریزد. این در حقیقت کلش برای ابراهیم خلیل است. ثواب را اصلی او میگیر که ما قربانی میکنیم، در برنامه اعمال از او جا ثبت شده میرود، زیرا او دستور را گذاشت و او اطاعت کرد. دوستای عزیز، پس 3 نکته گرفتیم. به مسلمان میزیبد که بدون چون و چرا به حکم خدا و پیغمبر تسلیم شود. 2، حکم خدا را نمیتونی عملی بکنی مگر اینکه صابر باشی. این هر کس هم کرده نمیتونه. از این خاطر رمضان را ماه صبر میگه. از این خاطر نماز خواندن در ظهیره و در صبحکی وقت و خفتن نماز صابرانه است.
از این خاطر هر عمل مشروع و تایید شده الهی از ما صبر را میخواهد. بی صبر نمی شود، بی تکلیف نمی شود، مشقت را باید بپذیریم. ارگا چونین کاری کردیم، سوم مرحله داخل میشیم، به سوم مرحله که او سوم مرحله گشایش است. بعد الله متعال هم و غم و مشکل را از ما بر می دارد. بعد در یک زندگی آرام، مطمئن و آسوده که جز از الله از کسی دیگر انسان حراس نمی کند، نصیب مسلمان می شود. این امتحان الهی ایتو نیست دوستای عزیز که یک نفر از پیشش استثناء شود. هیچ کس استثناء شده نمی تاند. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خامخا خداوند متعال شما را امتحان میکند. با مجردی گفتی لا اله الا الله، در حقیقت در نبرد قرار داری، در سنگر قرار داری. پس در یک مبارزه قوی قرار داری. این مبارزه گاهی توان جسمی میتی، گاهی توان مالی میتی، گاهی توان زراعت میتی، خامخواه یک چیزی میتی. و به امی عنوان الله ایمانت در حقیقت چی میکند؟ در حقیقت برت معرفی میکند چقدر ایمان داری. به حسب امتحان الهی تعبیر رسای ایمانت را میفهمی و جایگاهت میفهمی. از این خاطر است که رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید که اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. آنان که زیاد مورد امتحان الهی قرار گرفتند پیغمبران الهی اند. آنها زیاد تشویق مشکلات دیدن، زیاد زحمت دیدن. بعد هر قدر که اونا به خدا نزدیکتر بوده باشن، به امو اندازه مورد امتحان الهی بیشتر قرار میگیرد. در حدیث شریف هم ایره میبینیم که مسلمانی که با مشکلات زندگی نکند، مشکلات نداشته باشد، مریض نشود، فقیر نشود، در خانواده و در مال و در جانش امتحان نبیاید، نشا که خدا نخواست آخرت را از دست داده باشد. پس این امتحانات در حقیقت نتیجهش ایست که انسان را قوی می کند، نیرومندش می سازد و متوجهش می کند به خطاهایش، به اشتباهاتش و به غلطیهایش. پس امتحانات الهی برای از بین بردن ما نیست، امتحانات الهی برای بقای ماست و برای رشد ماست و از یک مرحله به مرحله دیگری انتقال ماست. این نکته است که ارگا که در یک صنف استاد درس میده، یک سال را سپری میکنه، بعد امتحان گرفته میشود. این امتحان برای چیست؟ که تو در همین صنف باقی ببانی و یا ارتقا بکنی. پس اگر مرحله را درست طی کرده باشی، امیدواری انتقال موفقانه خود بودی، و اگر اشتباه کرده باشی، بی توجه بوده باشی، به این زمان اهمیت نداده باشی، طبیعتا میگه همین صنفت است، از این بالا رفته نمیتونی. اگر زیاد بی تفاوتی کردی، ممکن که از سیستم برایی و بعد گفته شود که تو بیرون شدی، کاملا اخراج شدی، تو دیگه در ایست جایی که جای امتحان است قرار داده نمیتونی خود را، پس برو کار دیگری بکن. خدا ما را خامخواه امتحان میکنه، چی بخوایم چی نخوایم، ولی همت ازی که در امتحان باید کامیاب شویم، باید پیروز شویم، راه های کامیابی خود را جستجو بکنیم. خامخواه دوستای عزیز، اصل اهمیت حیات ما در ایست که اگر خواسته باشین کامیاب شویم، کامیاب شوین. اگر خواسته باشین با عزت زندگی بکنین، اگر خواسته باشین مورد رحمت الهی قرار بگیرین، پس اول رمز کامیابیتان
فهم صحیح دینی تان است. دین درست یاد بگی و صحیح یاد بگی. ارگاه دین را درست یاد گرفتی و صحیح یادش گرفتی، میتونی خوب عمل بکنی، زیبا عمل بکنی و در قدم گذاشتن به صبر تو را سخت راهنمایی میکند. پس ای اولین، چرا مسلمان ها شکست میخورند؟ چرا مسلمان ها به دینشان عمل نمیکنند؟ چرا مسلمان ها صفاتی که به مسلمان زیبنده نیست، او صفات در درون ما جای گرفته است؟ به خاطری که ما دین خود را یاد نداریم، دین یاد نداریم. ارگاه دین یاد نداشته باشی، عمل به دین کرده نمیتونی. ارگاه دین یاد نداشته باشی، به دیگرها تشریح کرده نمیتونی. ارگاه دین یاد نداشته باشی، دفاع از دینت هم کرده نمیتونی. امین نکته است که علما و فلاسفه به این تعبیر تأکید میکند که اولین وسیله تغییر علم است، اولین وسیله رفعت شأن علم است، اولین وسیله یا سبب بدبختی جهل است. و رب ما هم اولین آیه را که نازل میکند در مسئله علم است: اقرأ باسم ربک الذی خلق، اقرأ و ربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. این دستور میدهد بخوان به نام خدای که انسان را از خون پاره گوشت آفرید، بخوان که انسان را پروردگار توسط قلم آموخت آنچه که نمیدانست، بخوان. پس تغییر به واسطه علم میآید، عمل به حکم خدا به واسطه علم میآید. علت کل بدبختی های که ما در تمام عرصه های حیات خود داریم، چی در سیاست، چی در اخلاق، چی در تعهدات، چی در نظام، این کلش دلیلی است که ما نمیدانیم. پس خواسته باشیم که به دین خدا که ایمان داریم عمل به دین خدا بکنیم، دین خدا را بدانیم. ما بار بار بر شما عرض کردیم دوستای عزیز، اگر دین خدا را درست نفهمین، امی دین خدا به عنوان وسیله تعذیب شما برای شما کافی است. دقیق شدن؟ اگر دین خدا را خوب نفهمین، امی دین خدا به نام دین خدا که تعذیب میشن، امی برای شما کافی است. چقدر تعذیب میشن؟ چقدر تشویش داری؟ چقدر مشکل داری؟ پس میبینید که یک تعداد به نام دوستی دین از دین چی تعبیر میکند، یک تعداد بنای ازی که به دین عمل بکنه به نام آزادی فکر اونا چی میکنند. پس انتو یک مشکلی قرار داریم. یک طرف هم میگه ما مسلمان هستیم، فلانه صاحب هستیم، اقا مبارزه کردیم، تیکدارای جنت. این سینه هایشان از عقده و از کینه پر است. این عقده و کینه هم در مقابل کی دارن؟ در مقابل مسلمان، در مقابل مسلمان. ولی کسی که دین بفهم عقده دارد، کسی که دین بفهم حسد دارد، کسی که دین بفهم در مقابل مسلمان کی نمیگیره و دین نمیفهمن، نه یه دین فهمی دین تو نیست که بظاهر چیزی را بگیری، عمق قضیه را باید بفهمی. چقدر تو تسامح پیدا میکنی، چقدر گذشت پیدا میکنی، چقدر حلیم باید باشی، چقدر صبور باید باشی، چقدر ایثارگر باید باشی، چقدر گذشت باید داشته باشی. این از تو میخواهد. دین خواهد میرقم چیز است. پس اولین وسیله تغییر و برای تعمیل حکم خدا فهم دینتان است. این را یاد بگیرین تا نشود به نام دین جنایت بکنین، به نام دین غلطی بکنین، به نام دین کار بکنین که خدا و پیغمبرش بیزار باشد. این کار نکنین. وقت بتین برای فهم صحیح دین و درست وقت بتین و صحیح وقت بتین. ما متاسف هستم تعدادی از دوستای ما به نام دین کل کارش است که یک نفر از دین بیرون کند. یعنی اینقدر دوست دارن که یک نفر از دوزخ روی کند.
کارش همی بوده باشد. تو از دوزخ برای، تو از مذهب برای، تو از اسلام برای، ای کلان کشور اسلامی توی ای از دار اسلام برای، کل کارش همیست. با آمدن مردم به دین اقا تلاش نمی کنن، مثل که به بیرون شدن مردم از دین تلاش میکنن. با آمدن مردم به دین خوش اقا نمیشن، مثل که از خارج شدن مردم از دین خوش میشن. و وقتی که میفهمی چرا ای تو رستن، دین خوب یاد نگرفتن. زیرا خدا بر من کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امتین. ای بهتری امت در چی است؟ از اینکه مردم را لتخرج الناس من النور الى الظلمات، یا من الظلمات الى النور. تو از روشنی به طرف تاریکی نبر، بلکه از تاریکی به طرف روشنی بیار. و ای از تو زمان می خواهد، از تو صبر می خواهد، از تو حوصله را می خواهد، از تو پلان می خواهد، از تو اخلاق خوب می خواهد، ای کلش از تو می خواهد، از تو علم می خواهد. پس ما شکست ما و بدبختی ما در نافهمی دین ماست. آنانی که بسیار زیاد در سینه‌اش دین دین میگویند، ما خطابم به جوانای عزیز است، زیاد زیاد دین دین میگن. یک بار از خود پرسان کردین در مورد دین چند کتاب خواندین؟ یک سوال از خود بکنین، دین از کی یاد میگیری؟ از رسول الله صلی الله علیه و سلم. چند بار سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را مرور کردی و او را فهم عمیق گرفتی؟ دین را از کی یاد میگیری؟ از اصحاب رسول الله رضوان الله علیه اجمعین. ایمانان از خود پرسان کنین، از 1,20,000 بیشتر صحابه سرنوشت و زندگی چند صحابه را تحلیل کردی و خواندی؟ اقلا امی عشره مبشره را، امی 10 صحابی را زندگی نامیش خواندی؟ ابوبکر چی بود؟ چی کرد؟ حضرت عمر کی بود؟ چی کرد؟ حضرت عثمان کی بود و کی کارنامه کرد؟ حضرت علی کی بود؟ عبدالرحمن ابن عوف کی بود؟ شخصیت‌ها رو یک بار ببینین. اگر شخصیت‌های از دیر واقعا خوانده باشی، خب مبارکت باشه، حتما دین میفهمی باز. بعد از او باز زندگی تابعین است. تو زندگی تابعین را چند دانش میفهمی؟ از اونا چقدر شخصیت ها را میشناسی تا دینت را در اعمال از اونها ببینی؟ زندگی نامه اتباع تابعین چقدر اونا را خواندی؟ از ائمه هدای ما، از امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل، امام ابو یوسف، امام محمد، امام بخاری، امام مسلم، ابو داود، این شخصیت ها را چقدر زندگی نامش خواندی تا دین را درست یاد بگیری؟ زیرا تعبیر کننده دین امی مردم و امی جیل است. اینی مردم دین به ما تعلیم داده است. دین خود قواره ما یاد نمیگیری. دین را از سلف یاد بگی. زیرا ما در سرزمین در زمان نیستیم که این امانت ها را طوری که شایسته است انتقالش بدیم. و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم امی تعبیر به ما میداد که شما دین را محکم بگیرین، با دندانای پیشرویتان خوب محکم بگیرین، قضوا علیها بالنواجز. این را در روشنی علمی اسلافتان مطالعه بکنیم. پس اگر این سوال بکنم که چند دانه ما به می شکل مطالعه داریم، ما یقین دارم که شاید 99% بگم که ضعیف هستیم. 99% ضعیف. پس وقتی که این را فهم ما در روش اسلاف ما نباشد، عمل ما مطابق با اسلاف ما نمیتونه بشود، اخلاق ما نمیشود مطابق اسلاف ما شود، تعهدات ما نمیشود مطابق اسلاف ما باشد، نوع دید ما مطابق با سلف ما نمی شود، فرق می کند. پس برای تغییر ضرورت به علم داریم و علم کتاب خدا، سنت رسول الله، سیرت صحابه، تابعین، تبع تابعین و اتباع تبع تابعین. این شخصیت های هستند عزیزانم که دین به ما تمثیل کردند و زیبا تمثیل کردند
با امانت داری تمثیل کردن و مقبول تمثیل کردن. ثم یشفی الکذب، از این دروغ پراگنده میشه. او محور است، در گرد از او بچرخیم، در گرد از او بچرخیم. بعد از اینکه علم گرفتیم، مهم گپ در نشر دین، در دفاع دین، در اینکه خدا سر ما رحم بکند و مورد لطف خدا قرار بگیریم، دوستای عزیز، عمل است. عمل فردی کنیم، یعنی من منتظر از این نباشم که تو هم میکنی یا نمیکنی. من مکلفیت خود را بدانم تا در زندگی سلف صالح ما زندگی خود را ترسیم بکنم. ای که تو میکنی نمیکنی، ما باید مواظب بوده باشم، با علمی که کردیم عمل بکنم. در اینجا هم ما عکس میریم، یعنی عکس سلف صالح ما، عکس سلف صالح ما میریم. سلف صالح ما خودشان عمل میکردن و عمل خود را باز میگفتن که هیچ چیز نکردیم. ما عمل هیچ نمیکنیم ولی از مردم میخوان شما عمل بکنید. مردم که عمل نمیکنه قهر ما میگیرد، غصه ما میآید، خو هیچ وقت در خود فکر نمیکنه. سلف ما خودشان عمل میبودن بر حق مردم دعا میکردن، عمل کم مردم را کلان فکر میکردن، عمل کلان خود را خرد فکر میکردن. ابن قیم رحمت الله علیه، شخصیت بزرگوار تاریخ زرین اسلام ما شماست، از علمای نامدار امت اسلامی است، کتابهای بی نهایت زیبا را نوشته کرده است، بیش از 1000 نفر غلاما را آزاد کرده است، بیش از 20000 نفر توسطش مسلمان شده است، بیش از 2000 اهل کتاب یهود و نصارا توسطش مسلمان شده. این مبارک با هزارها شاگرد داره. روز به شاگردایش میگوید که دوستای عزیز، هرگاه شما جنت داخل شدین به فضل خداوند متعال و مرا دو جا نیافتین، باز بگن خدایا یک بندیت وصل تو را میخواست، با او هم رحم بکن و اجازه ورود برش بده. میبینین با اق اعمالش بازم میگه اگر ما را نیافتی از الله امیر بخواین که بر ما رحم بکند. ما یک عمل خرد میکنیم، باز میگم نه، از کلش تان کلم ما پیش هستم و ما تقدیم، ما پیش هستم. عزیزایم، به این باید بیاندیشیم و فکر باید بکنیم که عمل خود را خرد فکر بکنین، عمل دیگرها را بزرگ فکر بکنین، از دیگرها در عمل صالحشان زیاد تشکر بکنین و خوش بوده باشین. اینجا هم عکس سلف ما میریم. عمل صالح یک انسان را چی میگیم؟ ضربین در پیش چشم ماست. و طور مثال یک نفر مسجد جور کرد، باز میگه پولش حرام است؟ خدا از تو امیر پرسان میکند، تو را به پول مردم چی؟ بگو الله قبولش بگو برش خدایا، یا الله تو خو رحیم هستی، مهربان هستی، ای امقه جرأت کرد که به نام تو مسجد را ساخت، یا الله تو ببخشش. چرا می تقم نمیگه؟ یک نفر در راه خدا انفاق میکند، ما با در جانش تاپه میزنیم، ای خو ریاکار است. همونطور است یا نیست؟ یک نفر کلام خوب را با ما بگوید، با در جانش تاپه میزنیم که ای خوی طور است. عزیزم، کل فکر ما به طرف منفی است. مادامی که ما اما تو منفی فکر بکنیم، خداوند متعال از ما خوشی رو میگیره. چرا هیچ جای خوبی رو نمیبینیم؟ خوبی های مردم را کلش چلیپا میکشیم، خود ما هم نداریم. چرا؟ خود ما خوبه، خود ما معلوم هستیم، خود ما با خود ما معلوم هستیم. بنان از خود من خوشم نمی آید و از شما هم خوشم نمی آید. در نتیجه در تاریکی و در بدبختی. سلف مبارک ما با خودشان همیشه خرد فکر می کردن، خود دیگرها که عمل می کردن الحمدلله، الله اکبر،
امیر هم میگفتن الله برات قبول بکنم، مبارکت بوده باشه. دیگه ما ضعیف هستیم. پس دین که یاد گرفتیم، فهم دین به ما ایره میگه که غلطی های خود اصلاح بکن و از هر عمل کوچک یک مسلمان سپاس بگو و تأییدش بکن. قبول کننده ی عمل نمست و منتوستی او را الله میداند، با او محاسبه میشی. من در ظاهر میگم الله اجرت بده، الله برت اجر بده. ارگا ما چنین کاری کردیم که هر عمل صالحی یک دیگر خود تأیید کردیم و در خیر و در شر یک دیگر خود را شریک پنداشتیم، پروردگار عظیم سر ما رحم میکند و شفقت میکند و مهربانی میکند. پس شما بهترین امتید، خوبترین مردمید. چه وقت؟ ما وقتی که دین خوب بفهمید، به دینت عمل بکنی، دیگرا که به دین عمل کنند تأییدش بکنی، خودت خوب دین بفهمی، عمل بکنی، دیگرا را تشویق بکنی. هرگاه کسی مشکل داشته باشد، در حل مشکلش قدم بگذاری، قدم بگذاری. وزی خاطر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم امی تعبیر را میکند که بهترینتان در مابین شما کیست؟ کسی که خیرش بیشتر به مردم برسد. خیرکم، بهترین شما، خیر الناس من ینفع الناس. بهترین مردم کی است؟ کسی که خیرش بیشتر به مردم میرسد. حالا از خود پرسان بگو که خیرت چقدر به مردم میرسد. ارگاه خیرکت خود حمل کردی و ایرا انتقال میتی، باز با مشکلات روبرو میشی، زیرا مردم خوب را کلگی دوست دارد، ولی مردم مصلح را مردم دوست ندارد. دقیق شدین؟ یک نفر خودش خوب آدم باشه، ایره کلگی میگه خوب آدم است، ولی ارگا بگه خوب شو، بعد اعتراضا شروست، نقدا شروست، تاپا گذاشتنا شروست. شما در مردم های مصلح میبینین که چقدر مردم پشتش گپ میزند، هیچ نمیمانیشه، به اشکال مختلف باید تاپا در جانش زده شود. ولی کسایی که دهنشان بند است و چپ است و هیچ کس را چیزی نمیگه، تصبیر دراز بر تو، هیچ گپی نیست، خیلی خوب آدم تو هستی. از این خاطر میگن که باید صابر باشین، یعنی معنای صبری که دین خود یاد گرفتی، عمل کردی، در تطبیق دین خدا شکیبا باش، زحمت بکش، به اشکال مختلف برنامه بریز تا دین خدا تطبیق شود، بعد از او رحمت خدا به ما می آید. ای کار اگر ما نکردیم چی می شود؟ بعد بدبخت شده میریم، ذلیل شده میریم، خرد شده میریم و ضعیف میشیم. بعد حیثیتی را پیدا می کنیم که رسول ما صلی الله علیه و سلم فرمود که در اخیر زمان سر امت من ایتو یک حالت می آید، حیثیت یک کاسه از شوربا، از نان. هر کس میه از این لقمه بر میدارد، هر کس میه از این لقمه بر میدارد و میخورشه. صحابی عرض میکند که یا رسول الله، ما اینقدر کم هستیم که هر کس سر ما تجاوز میکند. پیامبر خدا گفت نه، شما خب بسیار زیاد هستیم، بل انتم کثیرون ولكن غثاء كغثاء السيل، بسیار زیاد میباشین و ولنده قف دریا وارستین، قف بحر واری، حیثیت ندارین، بی حیثیت هستین. چرا بی حیثیت هستی؟ چون دین نمیفهمی. چرا بی حیثیت هستی؟ به خاطر اینکه به دینت عمل نمیکنی. چرا بی حیثیت هستی؟ به خاطر اینکه دین به دیگران نمیرسانی. چرا بی حیثیت هستی؟ به خاطری که از دینت و از ارزش‌های دفاع نمی کنی، از این خاطر خرد شده میری، مردم می بلعیتا، می خوریتا. پس ما به نبود علم خوب، عمل خوب، دعوت خوب، صبر و شکیبایی خوب، نبود صبر و شکیبایی، با این مصیبت رسیدیم که شما می بینید ذلیل‌ترین مردم در دنیا مسلمان، با وصفی که بیشترین نفوس از ما شماست.
این نوشته میکنن که 1,700,000,000 1,500,000,000 ایتو نیست، شما از 2,000,000,000 بیشترید. نفوس مسلمان ها از همه ادیان کده بیشتر تر است، ولی غثاء که غثاء سیل، چون دین نمیفهمیم کلانای ما مزدور دیگران میشن، چون دین نمیفهمیم بی‌هویت میشیم، عزت خود را در دروازه های دشمنان خود جستجو میکنیم، چون دین نمیفهمیم از دشمنان میترسیم، سخت میترسیم، در حالی که قضیه سرچپه است. پیغمبر علیه السلام میفهمه که از مسلمان دشمنانش یک ماه راتر دورتر میترسد، آل سرچپه شده، ما از یک سال را دورتر میترسیم، فریب میخوریم، خود را ذلیل میکنیم. سبحان الله، شما یک بارونی کلانای سیاست مدارا و دشمنای خدا و پیغمبر اقه چاپلوسی میکنن، اقه ذلیل میشن، اقه خار میشن، که انسان تعجب بکنه خدایا چرا تو هستی؟ بخاطر که عزت را در دینش جستجو نمی کند. چرا جستجو نمی کند؟ بخاطر که دینه نمی فهمد، دینه نمی فهمد. اگر دینه بفهمد اقه و ذلیل نمی باشد، چون دینه شما ایتو فکر بکنین، یک بار بروین، حتما یک تعدادتان رفتین و بیچارگی مسلمان ها را شما هم در هند میبینین، هم در بنگلادش میبینین و هم در میانمار امروز میبینین، چون ما دیدیم اونها را. از این خاطر میگم به اندازه نفهمن به دین، که اصلا برشان کعبه و بت مثل که یکسان بوده باشد، اما شجاعتی که یک مسلمان داشته باشه او از پیش رفته است. خرد شدن به اندازه ضعیف شدن که در کشورهای اسلامی که کلن مسلمانن باز هم میترسن که پیام دین را بگوید. این را خب بگذار که در جایی که غلبه از دیگر را باشد. پس مآمرین بالمعروف انخو ناهین عن المنکر نیستن، و ایتو فکر کردن که دین امطور است، به معروف بگو کسی عمل کد کد اکا نکد نکد، ایسا به دین خود، موسا به دین خود، گزفند از پای خود، بز از پای خود، امی رقم میگوید. به می تعبیر زندگی کردن، اما تو شدن خرد شده میرن به حدی رسید که امروز شما مشکلاتشان رو میبینید و تکالیفشان رو میبینید. علت اصلی در کجا نهفته است؟ اینا که برای فهم دینشان تلاش نکردن، فهم دینشان رو درست نکردن تا مورد رحمت الهی قرار بگیرن. خرافات، بدعت و شرک به اوجش میرسد. خدا چگونه این رقم امت را هدایت بفرماید؟ شما یک بار برین در نظام الدین اولیا برین، نمونه برتان شود، در زیارت های امام برین، چی کارایی نیست که میکنن مسلمانی که لا اله الا الله محمد رسول الله بگوید، کارایی میکنن که یک مسلمان نمیکنن. از این خاطر رحمت خدا، تأیید الهی و نصرت الهی کم شده می رود و اینا ما شما دل می سوزانیم. خود در اصل قضیه دیگر جای است، قضیه دیگر جای است. پس از یک طرف یقیناً که دل ما می سوزد و به این جهان دروغینه که داد می زند از حریت رأی، داد می زند از حقوق بشر، داد می زند از آزادی، همچون یک نظام دروغینه که شما میبینین با تمام قساوت قلب و وحشت به طور غیر انسانی زنده بگر میکنن، داتش میسوزانن و تبر میزند، طفل، زن، یتیم همه را میکشد. در این دنیا هیچ کس آواز را بلند نمیکند، هیچ کس آواز را بلند نمیکند، مثل که در اونجا هیچ انسان نباشد. معامله‌ای که در برما با مسلمان ها میکند، والله با حیوان کسی نمیکند. حق یک انسان مسلمان در برما و جهان اسلام از حق یک سگ کده کمتر است. با سگ که چونین بکنی غال مغالش مبرد، با پرنده که چونین کاری بکنی غال مغالش مبرد، ولی با انسان چونین کار میشود کلگی چپستن،
همگی مهر سکوت گذاشتن. دوستای عزیز، فهم دین از ما امیر میخواهد که حد اقل حمایت خود داشته باشه. حد اقل حمایت ما چیست؟ هر کس خود تعیین کرده میتواند. کسی با پول کمک بکند، کسی با جان کمک میکند، کسی که با دعا کمک میکند، کسی اعتراض خود را اعلام میکند. این مسئولیت ما شماست. پس ما مکلفیت داریم، ما مکلفیت داریم که آواز حریت رأی خود را و خلاص شدن مسلمان ها از چکمه های ظلم بودایا و از هر استعمارگری دیگری، این را باید بلند بکنیم. الله شاهد است اگر ما و شما به دین ما احترام نگذاریم، به ارزش های ما احترام نگذاریم، توقعی از این را نکنین که شما با عزت میمانید. شما را الله هم ذلیل میکند، دینم شما را ذلیل میکند، دنیا میخواد شما ذلیل باشین. ارگاه از ارزش هایتان دفاع بکنین، حمایت بکنین و مردانوار استاده باشین، بعد دشمنایتان میفهمند که خط استاده شدن مرا کجا است. پس روی این اساس تقاضای ما شما است که ما با اساس بدبختی که داریم نمیتونیم آنچه که حق مسلمان ها در برماست او را ما برش بتیم. حقشان دفاع مستقیمشان است، باید در پهلویشان قرار بگیریم. حد اقل کاری که میکنیم امی که آواز اعتراض خود بلند میکنیم. تا ای آواز اعتراض ما به گوش از این حکومت کر و لال که نه مشنوا نه میبینه و نه خبر میشه، هرگاه که مغال مغال بکن باز یا از خواب بلند میشه، باز یا از خواب بلند میشه. به این نشان بتیم که تو نمایندگی مسلمان های افغانستان را صحیح بکن، اعتراضت بلند بکن. در اوجه نماینده در ملل متحد چی میکنه؟ باید اعتراض خود داشته باشد. وزارت خارجه تو چی میکنه؟ خودت چی میکنی؟ در کجا گمین؟ این مسلمان های دنیا با شما همکاری کرده است، تو خوم همکاریش بکن، تو هم حمایتش بکن. پس ما تقاضای ما شما امیست که بعد از نماز جمعه در بیرون صحن در اوجه کل ما شما به یک تجمع مدنی صالح استاد میشیم، در بخاطر اعتراض برای جنایاتی که در برما صورت میگیره، جنایاتی که به ارزش ها و کلمه دین ما صورت میگیره توسط قوت های استعماری آمریکا. ای را آواز خود بلند کنیم، بگویم خطوط در کجا هست، خط سرخ بفهمین و حد اقل به دنیا نشان بدین که ما مسلمان ها در پهلوی مسلمان ها قرار میگیریم. ما مرز بر رسمیت نمیشناسیم، قوم بر رسمیت نمیشناسیم، زبان بر رسمیت نمیشناسیم، مذهب بر رسمیت نمیشناسیم. آنچه که با ما مهم است لا اله الا الله محمد رسول الله است، ای بر ما مهم است. هر جایی که مسلمان است برادر ماست، هر جایی که کسی گفت لا اله الا الله محمد رسول الله برادر ماست، در خیرش و در شرش ما شریکیم، در غنا و فقرش ما شریکیم، در مرض و صحتش ما شریکیم، در کلش ما شریک هستیم. پس هم دعا میکنم، اما از فرد شما میخوام که بعد از نماز در اموج قرار داشته باشین و برای یک ساعت، زیادم نه، یک ساعت استاد شویم، یک برنامه خود را و تمدن خود را، ارزش خود را و مایه اعتراض خود را نشان بدیم. خداوند متعال خیر دنیا را به همه ما شما نصیب بکند. سبحانك اللهم و بحمدك استغفر الله، اشهد ان لا اله الا الله استغفرك و اتوب الیک.